پس به بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا نه تنها بر تجارت این کشور با ایران تأثیری منفی به جا نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند در نهایت به گسترش مناسبات بازرگانی و همکاری‌های فنی و اقتصادی منجر شود. رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین الملل در پاسخ به این سوال که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر برجام چه تأثیری می‌تواند بگذارد، او میگوید از آنجا که بریتانیا در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 حامی این توافق بوده، بعید به نظر میرسد که بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپایی بدون بریتانیا بر سیاست‌های حاکم بر مناسبات تجاری و روابط اقتصادیشان با ایران تغییر عمده‌ای بدهند. ارتباطش میتونه کم باشه، برای اینکه بریتانیا هم موافق این توافق اتمی بوده از سال 2003 که وزیر خارجه وقت بریتانیا یعنی آقای جک استرا راهی تهران شد و همراه وزرای خارجه آلمان و فرانسه قرارداد یا توافق صد آباد رو امضا کرد. بریتانیا در کنار آمریکا این مذاکرات رو تعقیب می‌کرده و در کنار آمریکا یکی از اعضای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 بوده، در شورای امنیت هم از این موضوع حمایت می‌کرده و اولین نکته‌ای که در ارتباط خارجی طی بیانیه‌اش نخست وزیر کنونی بریتانیا آقای کامرون در روز دوشنبه منتشر کرد، اشاره به توفیقی بود که در امضای این قرارداد داشت. بنابراین دولت کنونی حامی این است که این قرارداد محفوظ بمونه و از اون دفاع بکنه. در این نیم ساعت گذشته در سیاست داخلی بریتانیا تحول تازه‌ای صورت گرفت، به این ترتیب که آقای بوریس جانسون که پیشرو بود در مسابقه برای جانشینی آقای کامرون و به نوعی نزدیک به دست راستی ها خودش رو نشون میداد، از ادامه مسابقه انصراف داد و حالا وزیر کشور آقای کامرون شانس خیلی زیادتری داره برای جانشینی او و به عنوان کسی که در دولت کامرون خدمت میکرده طبیعتا پیروی خواهد کرد از سیاست های کنونی بریتانیا در ارتباط با برنامه اتمی ایران و سیاست کنونی احترام گذاشتن به برجام هست و محکم نگه داشتن قراردادی که گروه 5 به علاوه 1 با ایران امضا کرده. از این لحاظ نگرانی خاصی برای آینده برجام در رابطه با تغییرات سیاسی آینده در بریتانیا نباید داشت. حمید ابوطالبی، معاون دفتر سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، پس از همه پرسی بریتانیا گفته بود که از این تحول به عنوان فرصتی تاریخی برای ایران باید بهره برد. رضا تقی‌زاده در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گسترش مناسبات اقتصادی بریتانیا با ایران را منوط به روشن شدن عوامل متعددی می‌دانند که البته هنوز مبهم است. وضعیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وضعیت مبهمی است. آینده بریتانیا در داخل کشور هنوز کاملا روشن نیست، بستگی داره به وضعیت نخست وزیر آینده، علاقه او به خروج از اتحادیه یا کسی که علاقمند به باقی ماندن یا حفظ ارتباط با اتحادیه اروپا باقی میمونه. ضمن اینکه تا زمان اعلام تسلیم تقاضای طلاق از اتحادیه اروپا بریتانیا یک زمان چند ماهه در اختیار داره که زودتر از ماه سپتامبر سال جاری نیست. بعد از اون هم بعضی از کارشناسان نظرشون بیش از 2 سال و حتی تا 7 ساله که مسئله جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا شکل نهایی بگیره و البته همزمان بریتانیا قراردادهایی رو برای توسعه همکاری با جامعه اروپا با بازار مشترک اروپا سعی میکنه منعقد بکنه. حالا در این وضعیت ایران که شریک واقعا بسیار کوچکی در ارتباط با بریتانیا هست از نظر تجارت خارجی چه وضعیتی میتونه داشته باشه؟ به نظر من این ابهام در ارتباط با ایران کمتر از ابهامی که در داخل بریتانیا نسبت به آیندهش وجود داره نمیتونه باشه. با این حال رهبران جمهوری اسلامی، بعضی از مسئولین به خصوص نظامی ها در شروع کار واکنشی نشون دادن که حاکی از خوشنودی و رضایت اونهاست از وضعیتی که پیش آمده. حتی آقای جزایری دیدم در پیامی گفته بود که بریتانیا حالا چوب سالهای استعماریش میخوره، یا یکی از همکاران آقای حسن روحانی اصرار کرده بود که این برای ما یک فرصت طلایی ایجاد کرده. بدون تردید بریتانیا اگر خروجش از اتحادیه اروپا نهایی بشه، زمانی که نهایی بشه تلاش خواهد کرد که بازارهای خارجیش رو گسترش بده. در منطقه بزرگترین بازار بریتانیا کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند که سالانه در حدود 16 تا 18 میلیارد دلار
کالاهای صادراتی بریتانیا را جذب میکنند، در حالی که در مقایسه با اونها سهم تجارت خارجی بریتانیا با ایران بسیار بسیار محدوده، حتی کمتر از ایتالیا، کمتر از اسپانیا و کشورهای درجه دوم اروپایی. و از این لحاظ آلمانی ها از ایران خیلی جلو هستند، از بریتانیا جلو هستند، و همینطور فرانسوی ها که حالا یک توافق برای فروش هواپیما هم منعقد کردند. باید دید در آینده وضعیت دولت آینده چه خواهد بود. البته باید توجه بکنیم به این نکته مثبت که نماینده تجاری بریتانیا در ایران آقای لورد لوموند یا اون کسی که تجارت با ایران رو میخواد تشویق بکنه موافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده. البته همونطور که عرض کردم وضعیت تازه وضعیت مبهمی است، ولی دو طرف یعنی هم بریتانیا و هم ایران تلاش خواهم کرد در سایه تغییرات تازه حداکثر امتیاز رو بتونن به نفع خودشون تضمین بکنن.